صبح چهارشنبه قراره تو این محل یعنی هتل المپیک نشست معارفه مارک ویلموتس برگزار بشه. یک روبی به 11 صبح وقت باقیه، همه منتظر آقای ویلموتس هستن. این اولین حضور ایشون در مقابل خبرنگارا هست. خبرنگارای زیادی از رسانه‌ها در محل حاضر بودن و منتظر ورود سرمربی جدید تیم ملی. فدراسیون که خیلی تو این مدت تلاش میکرد همه چی رو منظم برگزار کنه، برای برگزاری نشست هم حساسیت‌های خاص خودش رو داشت. سر 11 استارت رو بدید، مثل خبرایی که شما سر 11 می‌کنید. طبق نظم شروع می‌کنید. انشالله بتونید کمک کنید به لطف پروردگار همراهی رسانه عزیز. البته از زمان اعلام شده 20 دقیقه گذشت و بالاخره آقای سرمربی به همراه رئیس فدراسیون به سالن اومدن. طبق صحبت‌هایی که با فدراسیون ایران شد، در نهایت علی‌رغم بعضی از مشکلاتی که بود، از جمله اینکه تصمیم به اومدن به یک کشور دیگه، چون ایشون خانواده‌ای دارن با سه فرزند، تصمیم سختی نبوده، اما با در نظر گرفتن تمامی شرایط به نتیجه رسیدن که این تیم رو انتخاب کنن. در بازدیدی که از مجموعه های ورزشی ایران داشتند و همینطور در با توجه به شناختی که از طریق ویدیوها و نگاه کردن بازی های ایران داشتند، سطح حرفه‌ای فوتبال ایران را سطح قابل قبولی دیدند. این قرارداد تا پایان جام جهانی قطر هست. خب نسبت به قراردادهای قبلی که ما با سرمربی ها داشتیم خیلی کامل تره. تجربه نشون داد که بتونیم همه مواردی که ممکنه بعد در آینده محل اختلاف باشه این رو در این قرارداد دیدیم. آقای فررا را که 25 سال سابقه دستیار سرمربیگری به ویژه در تیم‌های استاندار لیژ و در تیم المپیک مارسی داشتند، ایشون را به عنوان دستیار خودشون انتخاب می‌کنند و همچنین در واقع صلاح دیدند که یک دستیار ایرانی هم داشته باشند که هم با فرهنگ و هم با فوتبال ایران آشنا باشه. جناب آقای وحید هاشمیان انتخاب کردند که البته یکی از دلایل مهم این انتخاب این بود که جناب آقای هاشمیان به زبان آلمانی مسلط هستند. و با این امضا مارک ویلموتس رسماً سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شد، قراردادی که مهدی تاج آن را محکمتر از قراردادهای گذشته می‌داند. اما در حاشیه سیستم رادیویی ترجمه همزمان ایراد داشت و صدای ترجمه به خوبی به خبرنگاران نمی رسید، به طوری که آخر کار مترجم تو محاصره خبرنگارا قرار گرفت تا از ابتدا همه اون چیزی که ویلموتس گفته بود رو بازگو کنه. معارفه هم خوب بود، یه خود تو سیستم رادیویی ارتباط مترجم و حالا آقای تاج و آقای ویلموتس ایراد بود که حالا باعث شد که آخرش همه مترجم رو گیر آوردن، مترجم رو گیر آوردن و ازش پرسیدن که چی گفتین آقا. بحث صدا بود که من البته پرسجو کردم، گویا خود همکار ما چون گوشیشون رو برده بودن سمت نزدیک میکروفون، این با مشکل باعث شده بود ایجاد بشه. توقع این بود که حداقل یه نشست خبری طوری هم برگزار بشه، سوال بپرسیم، ولی خب این اتفاق نیفتاد. قبل از بازی ایران مقابل سوریه که پنجشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، روز چهارشنبه نشست خبری رو که نخستین نشست خبری آقای مارک ویلموتس هست رو در خدمت عزیزان خواهیم بود. فکر میکنم محلش مرکز ملی فوتبال باشه. اطلاع رسانی میکنیم خدمتتون.